ساندویچ هایی را که با هم دیگه جور کردیم برتان نشان بتم. السلام علیکم بیننده عزیز، خوش آمدین به چینل خودتان. خوشحال هستم که بازم با یک ویدیوی کاملا جدید در خدمت شما خوبا قرار گرفتیم. شما در ویدیوهای قبلی دیدین دوستا که ما برای مکتب اولادم چی میماندم و برای همسر عزیزم برای سر کارش چی میماندم. امروز میخوایم که برای اولادا و برای همسر عزیزم غذا جور کنیم برای مکتب و سر کار. خواستم که برای شما خواهر عزیز و مادرای گرامی هم تصویر بگیرم. البته کل مادرها یا کل خواهرای ما آرزو دارن که غذای خوب برای اولادشان در مکتب بانن. ما امروز میخوایم که بازم یک ساندویچ خیلی خوشمزه دوستا که چیکن نگتسش خود ما در خانه جور میکنیم. البته چیکن نگتس هایی را که از فروشگاه میگیرین هیچ مطمئن نیستیم که در او چی گرد شده و خب درست است سوتاتن یا مشخصاتش که میخوانیم خود چیزی گرد نداره، ولی خب بازم آدم ویدیوها را که میبینه دوستا باور کنید که همزو غذای بیرون بخیم و تنفر میشه. امروز هم ما شما دوستا اول میخوایم که برای تان اما چی که نگتسه که در خانه جور میکنیم برای تان موادایش هم میگم، بعد میریم با هم دیگه باز پخته میکنیم ببینید که ما امروز چه رقم یک ساندویچ برای سر کار همسرم و برای پرنسسای خوشگلم جور میکنم. پس تا اینکه میریم طرف شروع کار، جا داره که تشکر کنم از تمام فالوورای عزیز خود که مرا حمایت کردن. قلبا سپاسگزار هستم از تک تک شما عزیزا که مرا حمایت کردین، پیامای خیلی زیبا برای من مینویسین، قربان دستایتان. پس عزیزایی که تازه عضو به چینل ما شدین فراموش نکنید با حمایت از من دکمه لایک و سابسکرایب هم بزنید تا هر باری که ویدیوی جدید میمونم اولین کسایی باشید که ویدیو رو میبینید. پس قصه کوتاه، بریم که ساندویچ فوق العاده خوشمزه را آماده کنیم. اینم از مواد لازمی که در تصویر میبینید. دوستای گرامی، همینطور که میبینید 800 گرم گوشت سینه مرغ گرفتیم که را شوشتیم، در سبتک مانده بودم آبش گرفته شده. حالا می خواهیم که ایره ریزه ریزه کنیم دوستا، دماوین خورد کن اضافه کنیم. یک تا مرچ دلمه یا مو فلفل دلمه کرام ریزه ریزه می کنیم. یک عدد پیاز، فرق نمی کنه که چه رقم پیاز باشه، سفید سرخ ما می تانیم استفاده کنیم. 6 حلقه سیر دوستا، اگر سیرایش کلان کلان بود ما میتونیم 5 تا یا 4 تا اضافه کنیم. اندازه 2 قاشق غذاخوری آب لیموی تازه. دیدین که آب لیموی تازه را من انداختم دوستا، حالا میخوایم که ادویجاتش اضافه کنیم. نصف قاشق چایخوری پونه کویی، یک قاشق چایخوری سوماق، نمک به میزان لازم، یک قاشق چایخوری کاری. مرچ سیاه کاملا دلبخواست دوستا، ما خیلی کم گرفتیم به خاطر که زیاد تون نشوه به خاطر اولادا. مواد خود مرغ یک قاشق چای خوری، پودر گشنیز یک قاشق چای خوری. یه هم ادویجاتش هست دوستا که اضافه میکنیم. حالا میخواییم که مواد را کلش را خرد کنیم. بله بیننده عزیز، همینطور که میبینید مواد را کلش خرد کردیم. حالا میخواییم که در یک ظرف جداگانه پرتیم. گوشت دیدین که امرای موادایش کاملا خوب خرد کردیم، خوب گردم خورده موادایش. حالا ما و شما نصف گلاس آرد سخاری لازم داریم دوستا که اینم پاکتش هسته. ما میتونیم از فروشگاه الدی، لیدل، ریوی، کافلن، ادکا، نیتو میتونیم تهیه کنیم یا بخریم. آرد سخاری دوستا. حالا میخواییم که گوشت خوب ورز بتیم یا خوب گرد کنیم که امرای آرد سخاری کاملا خوب گرد بخوره. بیننده عزیز، میبینید که مواد که خوب ورز بتیم دیگه در دست ما نمیگیره. خب گوشت مخلوط کردیم دوستا، کنار میمونیم. به مدت نیم ساعت گوشت استراحت میتیم، بعد از نیم ساعت آماده پختن است دوستا. مواد چیکن نگتس یا مواد ساندویچ را که ما و شما گرد کردیم به مدت نیم ساعت استراحت کرده، واقعا یک
تمیا اما عطر خیلی خوب گرفته، بسیار یک بوی خوب گرفته دوستا. حالا میخواییم که در این ظرف همینطور که میبینید آب گرفتیم، آب کاملا نرمال، آب سرد است. دست ما را آب میزنیم از موادی که مخلوط کردیم، به هر شکل یا به هر اندازه که شما دوست داشتین میتونین که ایچی که نگس خوشمزه را جور کنین. بیننده گرامی همینطور که میبینید چیکن نگتس را جور کردیم، در مابین سری داشت چندیم. حالا میریم کنار را سرخ کنیم. گاز را روشن کردیم، مایتابه را روی گاز موندیم، خیلی مقدار کم روغن اضافه میکنیم، کاملا بس هسته. همینطور که میبینید چیکن نگتس را که جور کردیم، میخواییم که در مابین روغن خیلی کم اضافه کنیم، روغنش نباید زیاد باشه. بیرویش روی مایتابه را کاملا یک دفعه پاک میکنیم دوستان. بازم مقدار خیلی کمی روغن. دوستای گرامی همینطور که میبینید چیکن نگتس را کاملا سرخ کردیم. حالا همینطور که میبینید دو بسته برگ نوش پیاز لازم داریم که را میخوایم ریزه ریزه کنم. دلتان که زیاد ریزه کردین، دلتان که کم ریزه کردین، ما دو بسته گرفتیم، بیشتر از این نمیگیرم. خوبی را ریز خورد میکنیم. نوش پیاز رو ریزه ریزه کردیم دوستا، در بین بشقاب دوباره اضافه میکنیم. حالا بازم یک تا ظرف داریم تخم مرغ دوستا. به ما اندازه ای که ما چند تا ساندویچ میخواییم جور کنیم برای سر کار یا برای مدرسه یا برای مکتب، اما قدر تخم مرغ میگیریم. ما حالا میخواییم که 10 تا تخم مرغ بگیرم دوستا. دوستان میبینید 10 تا تخم مرغ در مابین از ظرف کلش میده کردیم. حالا مقدار خیلی کمی نمک، نصف قاشق چای خوری مرچ سیاه یا مفلفل سیاه، تخم مرغ کاملا خوب میکس میکنیم دوستا که زردی و سفیدی کاملا خوب گرد بخورن. دیدین که سفیدی و زردی کاملا مخلوط شده دوستا. حالا همینطور که میبینید دوستا ما دو بسته نان توست گرفته، ویگان هسته، دو بسته گرفتیم دوستا. حالا میریم که ساندویچ های خوشمزه را جور کنیم. مقدار بلگ نوش پیاز که خرد کردیم دمابین امه تخم مرغ امروی نمک و مرچ سیاه که گد کردیم میندازیم. یک تا ملاقگک داریم. خب بریم که با همدیگه ساندویچ های خوشمزه را جور کنیم. دوستای گرامی همینطور که میبینید یک تا مایتابه در گاز میمانیم، مقدار کمی روغن اضافه میکنیم. دیگه کاملا بس هسته. یک تا نان توست میگیریم همینطور که میبینید، دما بین مواد میزنیم. دوباره خیلی کم تخم مرغ،
خوب میمانیم که دو طرفش کاملا خوب برشته شوه یا خوب قاق شوه. بیننده عزیز همینطور که میبینید هر دو طرف نان کاملا خوب برشته شده در روی پتنوس میمانیم. یک تا چیکن نگیتس را که سرخ کردیم در رویش میمانیم. بازم با میرویش همینطور که میبینید دوباره این نان را سرخ میکنیم. بازم خیلی کم تخم مرغ به خاطر که همینش پیاز خوب در روی نان خود بگیره. دوستای گرامی میبینید که این نانم پشت رویش کاملا خوب سرخ کردیم. میبینید این را کنار میمانیم، یک طرفه میچینیم. اینایی که در رویش چیکن نگیتس میمونیم هر کدام جدا جدا میچینیم. خب بازم به میرویش دوستا من آن توست میگیرم سرخ میکنم همراه با تخم مرغ. به خاطر که ویدیو برای شما خوبام طولانی نشه با ادامه ویدیو. دوستای گرامی همینطور که میبینید کل ساندویچ رو سرخ کردیم. میبینید که نانای توست هم به این رویش دیدین کلش سرخ کردیم. ماندیم این هم نانایی که میخواییم در روی از این ساندویچ بانیم هم کلش سرخ کردیم. این طرف میمانم. اینجا هم میبینید کاو گرفتیم دوستا، کاو رج ریزه ریزه نکردیم، فقط همیتو شوشتیم. دو تا بانجان رومی برتان نشان بتم. دو تا بانجان رومی هسته، کاو هسته که اصلا ریزه ریزه نکردیم و یک تا ظرف. میخوایم که اینا را دماوین از ظرف جور کنیم. خب اینا را فعلا طرف میمانم دوستا یک دفعه. یک عدد بانجان رومی را ریزه ریزه میکنم بخاطر که چند تا دخترکم بانجان رومی دوست ندارن، چند تایش دوست دارن. از خاطر یک تایش ریزه میکنم فعلا. خب حالا میخواییم که کاو را که میبینه دوستان، یه هم کاو هسته یک تا گرجه میمونیم. بعد گوشت را که سرخ کرده بودیم یا مو چیکن نگتس کاو میمونیم. یک تا نان روش ماندین. خب حالا به این رویش میمونیم از وسط نصف میکنیم. ببینید دوستا خب غذا را به این رویش جور میکنیم. اینجا میچینیم، بازم کاو میگیریم. خوارای عزیز و دوستای گرامی همینطور که میبینید ساندویچ های خوشمزه را جور کردیم. ببینید چقدر خوش رنگ آمده دوستا. 100% از این ساندویچ های خوشمزه برای اولادای نازنینتان و برای همسر عزیزتان 100% از این ساندویچ های خوشمزه جور کنید دوستا که هم میتونن سر کار ببرن نوشو جان کنن. همین که کدام روز تعطیلی اگر در خانه دوره همی بودین هم میتونین که از این ساندویچ های خوشمزه جور کنین. دوستا این ساندویچ ها را همینطور که میبینید من در پرس های غذای اولادا میمانم یادم و ظرفک های غذایشان. باز یک تا از این کیک ها برشان گرفتیم که از مغازه ترکال البته گرفتیم. فقط ساندویچ برشان میمانم و یک تا از این کیک و میوه دوستو. میوهشان سیب یا انگور، کیوی، هر چیزی که بوده باز میمانم. خب این بود از نان فردای اولادا دوستا. نظرات خود 100% در کامنت برای ما بنویسین. نمی هر کدامش دوستا همینطور که میبینید برای یک نفر هسته. مثلا این برای یک نفر، برای دو نفر، برای سه نفر، برای چهار نفر، پنج نفر، شش نفر. فقط برای دخترکای هسته که مکتب میرن برای هر کدامش فقط همی دو تیکه میمانم. باز یک تا از کیک ها میمانم دوستان.
ساندویچش بسیار زیاد خوشمزه میاد، خیلی خوبش آمده دوستا. و ایرم که میبینید دوستا از همسر عزیزم است، دو تایش، یک تایش هم ما و سانیا جان روشی جان میکنیم، جای شما عزیز خالی. خواره گرامی، دیدن که ساندویچ مخصوص مکتب اشتوکا یا برای سر کار همسر ما چقدر یک ساندویچ های خوشمزه راحت جور کردیم. امیدوار هستم که این آموزش هم مورد پسند شما خوبا قرار گرفته باشه. مرا تا آخر ویدیو بیننده بوده باشید. دوستای گرامی، اگر همیشه استرس دارین یا نگران هستین که اولادایتان در مدرسه وقتی که برایشان غذا میمانین یا نان میمانین نمیخوره، 100% این ساندویچ های خوشمزه را برایشان جور کنید بانین. شما میج وقت دیگه نگران نیستین که اولادایتان غذای خود نمیخوره، 100% از ساندویچ اگه بانین اولادایتان غذای خود کاملا نوش جان میکنه و شما هم دیگه استرس یا اینکه نگران نیستین. بسیار زیاد یک ساندویچ خوشمزه میاد دوستا. اگر شما تخم مرغ دوست نداشتین، میتونین بدون تخم مرغ امینانای توست در داش یا در روی مایتابه سرخ کنین، میتونین به میرویش جور کنین ساندویچ ها را. با تشکر فراوان که با سلامندی کامل نشستین، مرا تا آخر ویدیو بیننده بودین. نظرات نیک خود در کامنت بنویسین. تا یک برنامه دیگه، تا یک ویدیو دیگه، خدایا رو نگهدار شما.